سلام، توی این ویدیو میخوایم قسمت کورتیکال و کنسلوس مهره L2 رو از همدیگه تفکیک بکنیم. هندسه این مهره ابتدا از تصاویر سی تی اسکن توی نرم افزار میمیکس ایجاد شده، سپس اون رو آوردیم توی نرم افزار 3MATIC، سطحش رو بهینه کردیم و حالا اینجا میخوایم این دو لایه استخوانی رو از همدیگه تفکیک بکنیم. برای این کار من میخوام از دستور آفست استفاده بکنم. بنابراین از تب دیزاین آفست یونیفرم آفست رو انتخاب میکنم. توی قسمت انتیتی مهره رو انتخاب میکنم. همونطور که میبینید توی قسمت دایرکشن دو تا گزینه در اختیار ما میذاره. اکسترنال آفست و اینترنال آفست. اکسترنال آفست زمانی هستش که شما میخواین به سمت خارج از جسم این آفست رو ایجاد بکنی و اینترنال زمانی هستش که به سمت داخلش میخواین ایجاد بکنی. من اینترنال آفست رو انتخاب میکنم به این دلیل که نمیخوام ابعاد اصلی مهره تغییری بکنه. توی قسمت دیستنس باید اون ضخامتی که میخواین رو ایجاد بکنی. توی این تمرین من میخوام یک لایه 1 میلیمتری استخوان کورتیکال داخلش ایجاد بکنم. بنابراین دیستنس رو روی همون 1 قرار میدم. در صورتی که تیک ریموو اوریجینالتون فعال باشه، بعد از اینکه این عملیات انجام شد، L2 اصلیتون حذف میشه. بنابراین این تیک رو غیر فعالش کردم. حالا اپلای میکنیم. به این صورت L2 آفست ایجاد شد. حالا L2 رو هاید میکنم. برای اینکه بتونیم بهتر ساختارش رو ببینیم، از این قسمت سکشن وای رو فعال میکنم. همونطور که میبینید کل L2 آفست چیزی هستش که ما میخواییم، منتها ما به صورت مجزا میخواییم این دو لایه رو. بنابراین از این قسمت این به علاوه رو باز میکنیم، سرفیس لیست، یه شل داریم که لایه بیرونی هست و یه سرفیس داریم که لایه داخلی هست. اگه زوم بکنید میتونید بهتر ببینید. بنابراین از این قسمت سرفیس رو من میخوام ازش جدا بکنم. روش راست کلیک میکنم، سپریت رو میزنم. شما هم میتونید موو بکنید یا اینکه کپی بکنید. خب من فعلا میخوام کپی بکنم. کپی تو پارت، کرییت نیو. به این صورت الان L2 آفست ایجاد شد. در صورتی که بیام اینو هایدش بکنم، میبینید که سطح داخلی رو برای من جدا کرده. به این صورت. حالا اگه بیام L2 رو شو بکنم، میتونیم بهتر ببینیمش در صورتی که من رو ترانسپرنت بکنم. به این صورت هست. به این صورت این لایه ایجاد شد. در واقع الان لایه آبی رنگ لایه استخوان کورتیکال هست و قسمت قرمز رنگ قسمتی هستش که مربوط به استخوان کنسلوس، اسفنجی یا ترابکولار هست. حالا در صورتی که بخواین این پارت ها رو توی نرم افزار 3MATIC مش بزنید، یه نکته ریز وجود داره. همونطور که میدونید اول از همه باید یه دونه مش سطحی ایجاد میکردیم از تب ریمش یونیفرم مش، اون رو ایجاد کردم با سایز 1 میلیمتر. حالا این قسمت رو انتخاب کردم، میخوام اون رو المان بندی بکنم. ببینید چه اتفاقی میفته. همونطور که میبینید اومد کل این مهره رو المان بندی کرد و این چیزی نیستش که ما میخواییم. ما میخواییم یه لایه 1 میلیمتری ایجاد بشه برای استخوان کورتیکال. بنابراین این قسمت آندو میکنم، برمیگردیم به اینجا. همچنان این قسمت انتخاب شده توی قسمت انتیتی. میام اینجا مش سالید والیوم اونلی رو تیک میزنم. همونطور که میدونید ما این قسمت رو به عنوان سالید ایجاد کردیم توی دستور آفست. بنابراین حالا اپلای میکنم. همونطور که میبینید به این صورت مش حجمی ایجاد شد. حالا میتونم لایه داخلی رو برش گردونم. به این صورت یه مقداری. به این صورت. حالا اینجا یه بار دیگه یونیفرم. حالا مش حجمی. به این صورت. حالا الان اگه اینو برش گردونم میبینید که یه ضخامت 1 میلیمتری استخوان کورتیکال برای ما ایجاد شده. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه ویدیو رو دوست داشتین لطفاً کانال رو سابسکرایب بکنید و این ویدیو رو لایک کنید. هر سوالی که بود میتونید با من از طریق ایمیلم یا پیج اینستاگرام در ارتباط باشید. خدا نگهدار.